ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع ملی و وزارت داخله در حال حاضر توسط سرپرست اداره می شوند. سه نهاد امنیتی در حال سرپرست دارند که وضعیت امنیتی در گوشه و کنار این کشور بیداد می کند. این امر نگرانی شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان را برانگیخته است. این شورا نگران است در شرایط کنونی هر گونه اشتباه نهادهای امنیتی بهای سنگینی را به مردم افغانستان وارد خواهد کرد. آنچه مایه نگرانی ماست استعفاهای اجباری بنابر دلایل شخصی و عدم توانایی حکومت به پر کردن در موقع خلاهای بوجود آمده است. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان حکومت را از یک چنین برخوردی شدیداً برحذر می دارد. در کنار افزایش ناامنی ها، شورای عالی احزاب جهادی و ملی روند گفتگوهای سال را به باد انتقاد گرفته و نیز از بی نتیجه ماندن نشست چهار جانبه سخت نگرانند. از طالبان مسلح می خواهیم تا به دعوت افغانهای خود لبیک گفته و داخل پروسه تفاهم و مذاکرات بین الافغانی گردند. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان همچنان از رهبری دولت می خواهد تا برای پیشبرد پروسه صلح مکانیزم واضح، کارا و مؤثر را تعریف نماید. ما خواهان پیشبرد پروسه ملی صلح بر محوریت شورای عالی صلح هستیم. در همین حال این شورا در پیوند به برگزاری انتخابات پارلمانی تاکید دارد که حکومت افغانستان هر چه زودتر اصلاحات را در نظام انتخاباتی به وجود آورده و تاریخ دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام کند. ما بر برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها تاکید میکنیم و از سران حکومت وحدت ملی میخواهیم تا اصلاحات انتخاباتی را مطابق به قانون پیش برده و جدول زمانی انتخابات را هرچه عاجل اعلام نماید. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تا هنوز فرمان جدید رئیس جمهور مبنی بر آغاز به کار کمیته گزینش به مجلس نمایندگان ارسال نشده است. پس از آغاز به کار کمیته گزینش ظرف دو ماه آینده کمیشنران جدید کمیسیون های مستقل انتخاباتی تعیین خواهد شد.